سرخط خبرها، طالبان، نشست چهار جانبه درباره مهاجران افغان در ایران برگزار می شود. یک پناهجوی اهل افغانستان پس از 2 سال حبس غیر قانونی در یونان آزاد شد. امشب طالبان با پاکستان در میدان نبرد تصفیه حساب می کنند. درگیری به شدت جریان دارد و خبرهای ناگوار به گوش می رسد. صدای امریکا گزارش می دهد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که قرار است نشست چهار جانبه درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران برگزار شود. به گفته این وزارت در این نشست دو روزه نمایندگان ایران، پاکستان، طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اشراق خواهند کرد. عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که در این نشست روی حل مشکلات مهاجران افغان و چگونگی ادامه کمک‌ها به آنان در این دو کشور بحث و گفتگو خواهد شد. این مقام طالبان اضافه کرد که پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان امنیت در این کشور تأمین شده و هیئت این گروه در سفر به ایران مهاجران را تشویق خواهد کرد تا آنان دوباره به وطن خود بازگردند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کردند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون مهاجر غیر قانونی بودند. اما این سازمان گفته است که صدها هزار مهاجر دیگر افغان پس از اگست سال گذشته به ایران رفتند. همچنان بر بنیاد معلومات اداره مهاجرت ملل متحد در حال حاضر در پاکستان در حدود 1.3 میلیون مهاجر قانونی افغان زیست دارند، اما تخمین زده می شود که صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی نیست در پاکستان به سر می برند. این نشست چهار جانبه در حال درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران در ایران و پاکستان برگزار می شود که این دو کشور در ماه‌های اخیر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را افزایش دادند. یک پناهجوی اهل افغانستان پس از 2 سال حبس غیر قانونی در یونان آزاد شد. یک پناهجوی اهل افغانستان پس از 2 سال حبس در یونان با رأی دادگاهی آزاد شد. به گزارش گاردین، عاکف رسولی پناهجوی 50 ساله به اشتباه متهم شده بود که ورود غیر قانونی افراد به یونان را تسهیل کرده است. این روزنامه نوشته آزادی پناهجویان زیاد با اتهامات مشابه در یونان سلب شده است. دادگاه در جزیره لزبوس در دریای اژه با تجدید نظر بر احکام صادر شده قبلی اعلام کرده است که شواهد کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و آقای رسولی می تواند آزاد شود. فعالان حقوق بشر امیدوارند این حکم دادگاه آغاز باشد برای رسیدگی به قضایای فراوان از پناهجویان که آزادیشان در زندانهای یونان سلب شده است. طالبان در اسپین بولدک با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. منابع در قندهار میگویند که طالبان در امتداد مرز اسپین بولدک چمن با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. همزمان منابع از زخمی شدن دو غیر نظامی پاکستانی در ساحه چمن خبر میدهند. به گفته منابع این درگیری چاشت روز یک شنبه 20 قوس رخ داده و در حال حاضر جریان دارد. یک منبع گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای سرحدی طالبان قصد داشتند در نزدیکی خط دیورن بازگاه جدید بسازند. این منبع افزود که دروازه اسپین بولدک چمن پس از آغاز درگیری برای نیم ساعت بسته شده بود، اما دوباره گشایش یافته است. به گفته منبع در صورت ادامه درگیری ممکن است گذرگاه اسپین بولدک بار دیگر بسته شود. منابع تصریح میکنند که درگیری ها در منطقه مازلگولی، کفتان قلعه و شیروبه جریان دارد. یک منبع امنیتی از میان طالبان که نمیخواهد هویتش فاش شود به روزنامه اطلاعات روز گفت که این گروه به مرز نیروهای جدید اعزام کرده است. با این حال به نظر می رسد که درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی شدید شده است. ماه گذشته هم درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داده بود که در پی آن گذرگاه اسپین بولدک چمن برای هفته مسدود شده بود. انتقادهای سریع حکمتیار از طالبان: متحدین حزب اسلامی برای جنگ دیگر آماده شوند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از فرماندهان دخیل در جنگ داخلی افغانستان روز جمعه در خطبه نماز جمعه در کابل ضمن انتقادهای سریع از طالبان و با اشاره به حمله ناکام انتحاری یک هفته پیش که او را هدف قرار داده بودند از هوادارانش خواست برای جنگ دیگر آماده شوند.
حکمتیار گفت با وجود که او و هواداران حزب اسلامی از طالبان حمایت کردند، اما رژیم طالبان دانشگاه اسلامی را که او تأسیس کرده بود تعطیل کرد و از 8 ماه پیش برق مزجر شبکه تلویزیونی دفتر و محل دیدارهای او را قطع کرده است. حکمتیار همچنین افزود که دولت اشرف غنی به همه محافظان و کارمندان دفتر او حقوق مایانه می پرداخت، اما طالبان در 16 ماه گذشته هیچ پولی در این خصوص نپرداخته است. حکمتیار گفت او پس از پیوستن به روند صلح در سال 2016 مبارزه مسلحانه را کنار گذاشت و مبارزه سیاسی و فکری را در پیش گرفت، اما دشمنان او را تحمل نمی کنند و برای حذف فیزیکی او اقدام کردند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن از طالبان یا داعش به عنوان عاملان حمله گفت به خواسته ها و مشاوره های ما تمکین نکردند و می خواهند ما را از بین ببرند. ما از امین محراب و منبر و تلویزیون بر مذاکره بین الافغانی تشکیل یک شورا که برای تصویب قانون اساسی جدید تصمیم بگیرد و همه با آن تمکین کنند تاکید کردیم، اما همین را هم تحمل نمی کنند و می خواهند ما را از بین ببرند. گلبدین حکمتیار با گفتن این که ما مجبوریم تصمیم خود را بگیریم ادامه داد. از متحدان حزب اسلامی می خواهیم برای جنگ دیگر آمادگی بگیرند. بازگران این جهاد به دوش شماست. رهبر حزب اسلامی به دلیل سهمی که در جنگ داخلی و ویرانی کابل در دهه 90 میلادی داشت به قصاب کابل شهرت یافت. او بدون نام بردن از گروه فرد به هوادارانش گفت ملت را از شر این گروه جانی وطن فروش، خائن و دین ستیز نجات دهید. مجاهدین حزب اسلامی می توانند دشمن را که دیگران از سرکوب آن عاجز ماندند شکست دهند. جزئیات حمله به حکمتیار. گلبدین حکمتیار خطبه نماز جمعه را با بشرا گذاشتن جزئیات حمله به مسجد ایمان که در محوطه دفتر حزب اسلامی در کابل قرار دارد آغاز کرد. حکمتیار سخنرانی ها، نمازهای جمعه، جلسه ها و دیدار با هوادارانش را در همین مسجد برگزار میکند. او ادعا کرد که حمله کنندگان و 2 نفر از شهروندان تاجیکستان بودند. حکمتیار گفت دشمن موفق نشده است کسی را از میان افغان ها برای این کار استخدام کند. نهادهای امنیتی طالبان تا کنون هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این حمله و عاملانش به رسانه های ارائه نکرده است. حکمتیار گفت از بکس یکی از حمله کنندگان پرچم داعش به دست آمده است و هم اسناد و شواهدی که 2 حمله کننده به همراه خود داشتند در دست کسانی هستند که در این مورد تحقیق میکنند. حکمتیار ادعا کرده یکی از حمله کنندگان جلیقه انتحاری با 11 کیلومتر بارود داشت که هدفش ورود به مسجد و انفجار در میان نمازگزاران بود. به گفته حکمتیار حمله کننده دیگر موظف بود راه ورود به مسجد را با تیراندازی به سمت محافظان باز کند. رهبر حزب اسلامی افزود کرد دو حمله کننده با لباس نمازگزار وارد صحنه مسجد شدند و محافظان پیش از ورود آنان به داخل مسجد هر 2 نفر را کشتند. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.